Radio mamnoe. رادیو ممنوعه سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم ضمن این رو بگم که برای حفظ به روی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدی رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید از وقتی یادم میاد مثل کرم تو خاک و خول کوچه میلولیدیم بابام که سربنیز شده بود مامانم مجبور بود واسه دوزار حقوق تو این شرکت و تو اون شرکت حمالی کنه من و خواهرم هر روز صبح بیدار میشدیم نون خشکا رو آب میزدیم تا مامانم بیاد اگه اون روز پیشرفتش خوب بود پشمای بیشتری رو تمیز میکرد با حقوق شکم پنیر میخرید وگرنه باید همون نونه خالی رو میخوردیم کم, کم مامانم ما رو با خودش برد سر کار من دوست نداشتم از بوی پشم گوسفند متنفر بودم ولی مامانم میگفت اگه کار کنیم میتونیم پنیر بیشتری بخریم از وقتی میرفتم کارخونه سرم خارش گرفته بود حس میکردم یه چیزی تو موهام حرکت میکنه دو که روز همون کردنمون بود یه چیزای ریز سیاهی بین موهای مامانم و خواهرام بود که مامانم در می آورد بهش میگفتن شیپیش تفریح من و خواهرم در آوردن شیپیش سر همدیگه بود چند وقتی بود که یه مردی جلوی راهمون همیشه وای میستاد یه نگاهی به من میکرد یه نگاهی به خواهرم یه لبخند میزد و میرفت ازش میترسیدم هیکل داشت با پوست سیاهی که انبوه ریشاش ترسناکترش کرده بود یه بار که داشتیم میرفتیم کارخونه اومد جلو و سلام کرد یه خنده ای به من و خواهرم کرد که دندونهای زرد و نامرتبش رو به نمایش میذاشت دست کرد تو جیب کتش و دو تا خروسقندی در آورد جلوی ما گرفت خواهرم پریدوخ با حالت چندش روش ازش برگردون ولی من تا حالا همچنین چیزی نخورده بودم اسمشم بعدا فهمیدم چیه با خوشحالی ازش گرفتم تا سرم سرگرم خوردن خروسقندیم بود اون آقا با مامانم داشت صحبت میکرد و هر از گاهی یه لبخندی به پریدخ میزد شیشف سالم بود پریدوخ در دوازده سالش بود بعد از چند دقیقه مامانم برگشت رو به ما کرد و گفت بچه ها برگردیم دیگه نمیخواد بریم کارخونه گفتم چرا گفت قرار خواهرت عروس بشه از خوشحالی چشام برق زد پریدوخ متعجب داشت نگاه میکرد گفت مامان من قرار زن کی بشم مامانم گفت آمیرزا همون آقایی که داشت الان با من حرف میزد مرد خوبیه گفته میبردمون تو گودالهای خانیآباد واسمون خونه کرایه میکنه و ماهیانه بهمون به پول میده دیگه لازم نیست بریم پشم گوسفند تمیز کنیم من خوشحال دستامو زدم به همو گفتم آخ جون ولی خواهرم یهو زد زیر گریه گفت مامان اون خیلی پیره چه فکری کردی من ازش بدم میاد ازش میترسم مامانم گفت وضعیتمون رو نمیبینی این دستش به دهنش میرسه حالا من زنه ی آدم جوان شدم چی نصیبم شد به بجز بختی؟ اقلا از این فلاکت در میای خواهرم تا خونه بیصدا صدا و دیگه هیچی نگفت رسیدیم خونه مامانم از سوی بخشه رنگ رو رفته یه روسری سفید با یه رژ لب صورتی درورد به خواهرم گفت اینو سرت کن رژ لب و مالید بهش منم رفتم جلو تو واسه منم به ماله که زد رو دستم گفت خجالت بکش بی حیا ولی وقتی خواهرم بوسم کرد بوی خوب رژ لبش تا چند وقت تو ذهنم بود آمیرزا اومد دنبالمون رفتیم داخل اتاق اتاق رنگ رو رفته ای بود گفت اینجا دفتر منه قراره اینجا عقد کنیم و خیلی راحت خواهرم و مال خودش کرد وقتی کارشون تموم شد رفتیم خونه ای که قرار بود توش زندگی کنیم یه زیرزمین نمور بود ولی بعض خونه قبلیمون بود اونجا موش داشت من خیلی میترسیدم نگاهم به چشمای پریدخت افتاد بیچاره فقط بی صدا اشک میریخت اون شب آمیرزا پریدخت رو با خودش برد و مادرم تا صبح بی صدا گره کرد ولی چه کنیم شکم خالی این چیزا حالیش نیست صبحش مادرم چادر رنگ رو رفتش رو سرش کرد و دست منو گرفت رفتیم دن خونه آمیرزا اومد درو در باز کرد و با چشمای دریدش خیره شد به مادرم و گفت زنی که چی شده اول صبحی اومدی اینجا اومدی هم حلوای دختر تو بخوری بیا بیا برش دار ببرش من این بیجون لاغر مردنی رو نمیخوام یهو مامانم زد زیر گریه گفت <applause> یعنی چی آمیرزا چی شده آمیرزا گفت بیا بردار ببرش از ماه دیگه هم خودتون کرای خونتون رو میدین مامانم اومد داخل و منم سفت چادر مامانمو چسبیده بودم خواهر مثل گلم دیدم که با رنگ پریده روی دوشک رنگ رو رفته ای دراز کشیده بود و چشمای خوشکلش رو بسته بود دویدم سمتش گفتم آجی پریدخت چشماتو باز کن آمیرزا اومد لگدی به پهلوی خواهرم زد و گفت این میت رو از خونه من ببرید بیرون اینجا رو نجس میکنه مادرم گفت خدا رو خوش میاد حالا که به کارت دخترم رو گرفتی اینجوری پرتش میکنی بیرون آمیرزا چشماش رو گرد کرد و گفت گدا و این همه ادا جمع کنید بابا چه بکارتی چه کشکی چه دوقی دختر شما وظایف زنونگی رو نمیتونه انجام بده دیشب تا حالا به جای اینکه تو هجله اشغالمو بکنم دارم توشک زیر دخترتو عوض میکنم که همش ازش خون میاد جمعش کن ببرش مامانم دو دستی زد توی سر خودش و گفت چه بلایی سر برگ گلم آوردی چه خریتی کردم دادمش به شما ولی افسوس و سر افسوس که کار از کار گذشته بود و هر بدبختی که بود خواهرم بردیم توی همون زیرزمین اینی که آمیرزا واسمون کرایه کرده بود تازه داشتم دوروبرم و میدیدم یه خونه بزرگ بود که دوروبرش پر از اتاق بود از بعضی از اتاقای بوی میومد که بعدا فهمیدم بوی تریاکه اون شب خواهرم حالش بدتر شد و تا صبح تب داشت بین همسایه ها یکی بود که قابله بود اومد خواهرم و معاینه کرد و گفت آخ دستش پشکن پیر خرف این چیکار کرده با دختر شما چه بلایی سر این طفل معصوم آورده خاک بر سر انگار خودشم نمیشسته چه فونتی کرده مطمئنیم به دخترتون تجاوز نشده مامانم اومد منو از اتاق بیرون کرد و گفت پریما برو حیات ببین چه خبره منم خوشحال دویدم سمت بچههایی که تو حیات بودن پنج تا دختر پسر داشتن باد بدک روز میکردن که ببرن رو پشت بوم هوا کنن دویدم سمتشون گفتم سلام برگشتن نگام کردن و هیچی نگفتن یکیشون که انگار سردستشون بود گفت چی میخوای اینجا گفته باشم اینجا رئیس منم گفتم میشه منم بازی کنم با برگشت یه نگاهی بهم کرد و بلند گفت خیلی ناراحت شدم بغض کردم اومدم برگردم که گفت اگه میخوای مثل ما باد بدک درست کنی یه راه داره خوشحال و کوبیدم به همو گفتم چی هرچی باشه قبوله گفت قول دادی ا هرچی منو کشون یه گوشه و گفت باید بذاری یه جای بعد تو ببینم اگه بذاری این کارو بکنم بهت کاغذ و چوب میدم تا واسه خودت باد بدک درست کنی من نمیدونستم تا اون موقع این حرفایی که اون میزنه یعنی چی فقط امروز دوباره اسمشو شنیده بودم یه بار از زبون قابله یه بار از زبون اون پسره که اسمش جمال بود گفتم میخوای منم مثل خواهرم مریض بشم نمیخوام اصلا باد مال خوده گفت نه ترس بابا سوسول کارید ندارم یه دیدن ساده است قول میدم چیزی نشه باد بعد جوری چشممو گرفته بود واسه منی که تا حالا یه اسباب بازی هم نداشتم کم چیزی نبود قبول کردم و گفتم همین الان بیا ببین تا منم باد داشته باشم گفت الان که نمیشه یکی میاد زشته زدم زیر گریه گفتم پس دروغ میگی به هم باد بادک نمیدی سرشو که تازه طاهر بود خارون رو گفت خب باشه فاتی رو صدا کن فاتی فاتی بیا کیشیک بده تا من ما این دختره برام تونو تا خالیه و بیام فاتی نیشخندی به من زد که خوشم نیامد جمال لاسمو گرفت و کشید سمت خودش داشتیم از پله می رفتیم که یکی اومد تو خونه یه پسر حدودا 14 15 ساله دوی اومد سمت ما و گفت وای جمال آست تازه وارد اومده تو خونه داری چه گویی می‌خوری می‌خوای ببریش تو اون اتاق خالی چه غلطی بکنی بودو بود گورت و گورتو گم کن تا بابا نگفتم یالا ببینم من حسابیت حسابی ترسیده بودم نزدیک بود بزنم زیر گریه با گفتم به خدا من کار بدی نکردم این به هم گفت اگه یهو حرفمو برید و گفت علی به جون خودت داره دروغ میگه علی یک کی زد پس کله صاف جمال به حقم زده و گفت گم شو جلو چشم دفعه آخرت باشه از این کارا میکنی وگه نه دفعه بعدی حسابت با کرام الکاتبینه بعدش اومد نزدیک منو دستشو دستش رو گذاشت روی شونههام گفت خانم کوچولو خوشگل اسمت چیه گفتم پریما گفت بهبه چه اسم قشنگی اسمتم مثل خودت نازه اگه به کسی از کارهای امروز جمال چیزی نگی خودم واسد باد بادک درست میکنم جمال میخواسته فقط باد شوخی کنه خوشحال اشکامو پاک کردم و گفتم چشم از علی خیلی خوشم اومده بود پوست سبزه ای داشت با چشم ابروی مشکی و ماجه های برگشته سیاهی چشماش به سیاهی سرنوشت من بود گذشت یه ماهی و حال پرید اخ بهتر شد به دستور قابل هر روز میرفت گوشه اتاق دامنش رو میداد بالا و یه نسارا دود میکرد تا عفونتش خوب خوب بشه مادرم نگران از دست دادن خونمون بود. سر ماه باید برمیگشتیم به همون خرابه های قدیم. من تازه اینجا دوست پیدا کرده بودم. رفتیم میرفتیم بادباده هوا میکردیم. دوست داشتم اینجا بمونیم. کم کم مامانم با کمک و مشورت همسایه ها شروع کرد و به کمکشون رب و ترشی درست کرد. دایی هم سبزی پاک میکرد. اوره پاک میکرد و از این قبیل کارا. درآمد زیادی نداشت ولی بعض پش پاک کنی بود. یه خوبی هم که داشتیم بود که ما توی همین خونه میموندیم. پریدخ میرفت توی دیه لباس اتو میکرد و از این کارا میکرد گاهی وقتا با دست سوخته برمیگشت همیشه تو خودش بود هیچ وقت مثل سابق نشد دیگه ندیدم بخنده از مامانم کینه به دل گرفته بود مامانم هم میگفت هیچ وقت خودم رو به خاطر اون خریت هم نمیبخشم ولی چه فایده افسوس گذشت و بزرگتر شدیم چی بزرگتر میشدیم حس میکردم بیشتر از علی خوشم میاد اصرها به بهونه کمک به درسهای برادرش جمال به منم الف و به یاد میداد همینجوری دست و پا شکسته خوندن و نوشتن و یاد گرفتم جمال بعد از اون اتفاق دیگه چیزی ازم نخواست ولی هنوز سر و گوشش می جنبید چهار پنج سال گذشته بود و دیگه واسه خودم خانومی شده بودم یه بار فاتی یکی از بچه های همون خونه برگشت گفت میدونی خواهر طرز شده گفتم خفه شو از این بسلا به خواهر من نمی چسبه گفت دقت نکردی از پول سبزی پاک کنی و قیچی زدن و اتو کشیدن نمیشه یه انقدر نو شد راست میگفت یه مدت بود دیگه لباسامون نو شده بود مامانم چند تا تیکه چیز جدید واسه خونمون خریده بود گفتم فاتی تو کجا میدونی گفت ببین حرفای نادر سیبیل رو شنیدم داشت بس قراقا میگفت پریدخت خوب هرزاییه فردا شب ببریمش توی لونه کفترا و ترتیبشو بدیم هیچی دیگه نشنیدم فقط رفتم تو اتاقمون و از خودم متنفر بودم از لباسام که به خاطرشون خواهر مهربونم رو به این کارا آورده بود شب زودتر خودم و زدم به خواب تا ببینم حرفای فاتی راسته یا نه مادرم هم که قربونش برم شبا سرش به بالش نرسیده از خستگی قور بود نصف شب بود دیدم پرید آروم از جاش بلند شد و رفت سمت در مثل بید میلرزیدم گذاشتم پنج دقیقه بعدش آروم آروم رفتم سمت پشت بوم ببینم واقعا رفته تو قفس کبوترا یا نه زیر لب فقط دو میکردم دروغ باشه چیزی که میدیدم واسم قابل حزم نبود نور محتاب افتاده بود تو لونه کبوترا و از ایستاده بود و خواهرم داشت به سمت اون میرفت نادر سیویل هم پشت پریدخت ایستاده بود و منتظرش بود دستم و گذاشته بودم جلوی دهنم تا صدام در نیاد و شاهد اون صحنه ها بودم طاقت موندن نداشتم آروم برگشتم و فرداش از ناراحتی تب کردم و تا چند روز مریض بودم تصمیم گرفتم باش حرف بزنم بگم من خودم کلفتی و نوکری خونه های مردم رو میکنم تو فقط این کار رو نکن رفتم کشیدمش کنار گفتم آجی جونم الای قربونت برم من میدونم به خاطر مادری داری یه کارایی میکنی ولی نکن من خودم کلفتی تو میکنم دست از این کارا بردار یخ میکرد و گفت تو از کجا میدونی گفتم آجی اسمت داره تو محله میپیچه من از همسایه ها شنیدم اگه مامان بشنوه سکته میکنه ها نکن این کارا رو یهو زد زیر خنده بلند بلند قهقهه میزد فکر کردم دیوونه شده انقد خندید که از چشماش شش اومد گفت آبجی کوچیکه نه, نه اگه دلش واسه من میسوخ منو به اون مرتیکه نمیداد که اون بلا رو سرم بیاره فکر کردی من خوشم میاد از این کارا منم دلم میخواد سر و سامون بگی. بگیرم ولی کی میاد بنا بگیره بگم سیغه پیرمرد خرفت شدم کی باورش میشه همه فکر میکنن رفتم خرابی بعدم من باید انتقامم از اون مامان خود خواهم بگیرم بزار سکته کنه به درک هر چند اگه بفهمه تشویقم هم میکنه تو فکر این چیزا نباش فهمیدم علی ازاد خوشش اومده به چسب به زندگی میاد خواستگاری تو خوشبخت میشی خوشگلم حالا واسه حاجی بزرگه بخن اون چاله ببینم از شدت ناراحتی رفتم تو حیات که آبی به سر و صورتم بزنم کمک مامانم سبزی سر را عملی رو دیدم وقتی میدیدمش قلبم گوپ گپ میزد و صورتم سرخ میشد از رنگ صورتم که همه چیو و میداد متنفر بودم آخ آدم اینقدر سفید فاتی به می میگفت ماست رسیدم پیش مامانم نگاهش کردم سنش اگه خیلی میشد 35 سال ولی از بس کار کرده بود دستاش مثل 60 ساله ها بود پوستش سفید بود منم رنگ پوستم به مامانم رفته بود چشمای درشت و کشیده ای داشت شاید به خاطر چشماش بود که اسمشو گذاشته بودن آهو پریدختم چشماش به مامانم رفته بود ولی من چشمای بینهایت گردی داشتم که به قول پریدخت مثل توپ پلاستیکی جمال بود خلاصه کنم در انتهای داستان من با علی ازدواج کردم و خواهرمم به اون کاراش ادامه داد و مادرمم فهمید و با هم دعوای آنچنانی کردن که براتون نگم اما الان خواهرم داره جدا از مادرم توی خوابگاه زندگی میکنه و منم با علی زندگی خوبی و دارم و مادرم هم تنهاست ما هم گاهی بهش سر میزنیم اما با خواهرم قطع ارتباط کرده تا داستان بعدی پرشور و با انگیزه مثل همیشه همراه رادیو ممنوعه بمونید